چطورید؟ بدونید که کلا پایان سال و دیگه من ترین های سال رو در آوردم. از هر نوعش من یه چیزی ساختم. این دفعه البته من سلام نکردم، گفتم یه خورده متفاوت باشم. درود بر شما. قراره که ردبندی کنیم تو این ویدیو، همونجور که خیلی از بچه ها منتظرش بودن، ردبندی تمام مین ایونت های نه یه کمپانی WWE و AEW. امروز قراره در 5 جدول ردبندی بکنیم. آره بزنید بریم ببینیم که چی به چیه. خیلی کم میگم، ولی اگه همچنان سابسکرایب نکردی و فن کوچیکی و رسلینگ هستی، اینجا مخصوص خودته. آره بریم که شروع کنیم سریع. دم علی قیاسی هم گرم که این جدول زیبا رو برای ما درست کرد و ساخت که کارهای خورده سریع تر پیش بره. خب آره، مسابقات دقیقاً بر حسب برگزاریشون از شروع سال 2023 تا پایانشون بود، که بازم تکرار میکنم فقط مین ایونت تمام پیپر ویو ها هستش و تمام مسابقات نیستش. قرار بود تمام مسابقات باشه، ولی خب یه سری اتفاقات افتاد، عقب افتاد دیگه، خورده سخت‌تر میکرد کارو، ولی حالا مهم نیست. از رویال رامبل شروع میکنیم، اولین پیپر ویوی که در شروع سال میلادی وریا بود 2023، کوین اوونز و رومن رینز، جایی که اینا برای سومین بار در روی رامبل مقابل همدیگه قرار می گرفتن. خیلی مسابقه شون چیز خاصی نبود. مسابقه شون توی سال 2021 اگر اشتباه نکنم خیلی قشنگ تر بود. لسمن استندینی که سوتی هم داشت، ولی هممون می دونیم که گل سرسبد این مسابقه در واقع پایانش بود، نه خود مسابقه، به خاطر اینکه خود مسابقه انصافاً چیز خاصی نداشت و پایانش بود که بسیار اون پایان شکر کننده رو داشت. اینو میذارم روی خوب. مسابقه چی نداشت، ولی پایانه خیلی خفنی بود. اگر پایان رو حساب بکنیم، من میذارم روی خوب، پایانش بی نظیر بود واقعا. رومن رینز سمی زین مین ایونت الیمینیشن چمبر. چقدر من این الیمینیشن چمبر رو دوست داشتم، یه مین ایونت عالی واقعا. مسابقه شون خیلی خوب بود، یکی از بهترین مسابقات تایتل رین رومن رینز بود به نظر من، اینقدر که این مسابقه خوب بود. توی عالی قرارش بدیم، خیلی خوب بود. تایمی هم بود که خیلی مسابقات رومن اون فاز یکی نواختی رو نگرفت، اصلا تقلبی هم نشد توی اون مسابقه تا جایی که یادم میاد، ولی خیلی خوب بود. جف خدا بود، تو کانادا بود. به هر حال میرسیم سراغ یک پیپرویو از AEW. حالا میریم سراغ AEWی که رولوشن رو برگزار کرد، رولوشنی که اون هم واقعا نواخت، یعنی کلی مسابقات خوب ازش در اومد، ولی خب میگیم مین ایونت رو فقط قراره که بررسی بکنیم. MJF مقابل برایان دنیلسون، بهترین لست من استندینگی که من در تاریخ بشری دیدم، یعنی جزو سه تا مسابقه برتر سال من بود. پس کینگ ورک، بله واقعا اصلا نمیتونم رو عالی بذارمش. این مسابقه یک شاهکار خالصه، اگه ندیدینش حتما بریم ببینید. تو تلگرامم گذاشتم که لینکش تو دیسکریپشن اینا هم هستش، میتونید دانلود کنید ببینید که اینا چی کار کردن. عالی بود واقعا. میریم سراغ رسلمینیا شب اول، سمی زین و کوین اوونز مقابل جی و جیمی. مسابقه ای که دیگه فکر میکنم گل سرسبد دودوبی باشه، مسابقه ای که 5 هم گرفت از دیو ملزر و یک پشتوانه استوری بسیار قوی داره، مسابقه ای که یک پایان با شکوه هم داره. این سخت شد، ای کاش. ببین مرددم، عجیبه شاید. چرا فکر میکنی؟ شب دوم رسلمنیا، رومن رینز کودی رودز. ببینید خود مسابقه بد نبود، اگر این نگاه تکراری بودن رو بذاریم کنار، چون مسابقات تک به تک رومن از یه جای به بعد کاملا تکراری شد، اینم همینه، یک سناریو کاملا تکراری.
وقتی خب یه چیز رو تو هی ببینی برات عادیه دیگه. خب و من این مسابقه رو بین خوب و متوسط میدونم، خب ولی متوسط هم نیست واقعا. مسابقه یه نکته ای وجود داره، مین ایونت رسلمنیا. ما چه انتظاری از مین ایونت رسلمنیا داریم؟ شاید توی مین ایونت یه رویداد معمولی تر بود تو خوب قرارش بدیم، ولی اینو تازه معلوم فکرم افتاد که مین ایونت رسلمنیا بوده. فعلا اینو میذاریم توی متوسط، فعلا یه ترکیب بندی بکنیم آخر باز بیشتر اصلاحش میکنیم. بکلش رو داشتیم، کودی روت و براک لزنر. مسابقه واقعا متوسطی بود. اینم بهتون بگم در نهایت باز تمام این ستون‌ها رو هم دسته‌بندی می‌کنیم که اوکی کینگ وور کدوم مسابقه اوله. میریم سراغ نایت آف چمپیونز. تک تیم رومن رینز و سولوسی کوا، سمی زین و کوین اوونز. بچه من واقعا به کیج مچ ایناشو نگاه نکردم، یعنی اون چیزی که به یاد دارم و من دارم الان رده بندی میکنم شاید هم اشتباه باشه، ولی یه نگاهی شاید مینداختم پایان این مچ. ولی طبق چیزی که یادم میاد مسابقه عجیب و غریب نبود. فعلا اینا من توی خوب میذارمش، ببینیم ادامهش چی میشه. میریم سراغ دابل اور ناتینگ پروپریو که از AEW برگزار شد. AEW پروپریوش خب کمتر بود دیگه، از یک جای خود تعدادش زیاد شد توی سال، ولی اوکی. تیم ایلیت مقابل بلکپول کامبت کلاب، مسابقه ای که 5 گرفت، خیلی خیلی خفن بود. مسابقه شون رو من بسیار دوست داشتم، یک لحظه بسیار ماندگار هم ساخت، جزو به نظر من لحظه های سال 2023 بود. اون سوپر کیکی که یان باکس، نمیدونم مت بود کی بود نمیدونم، که زد و منفجر شد، بسیار بی نظیر بود. رفرنس های زیادی زده بودم، مثلا کنی اومگا رفرنس زده بود به کاپیتان امریکا، ولی کینگ ورک هم نبود دیگه. کینگ ورک منظورم شاهکاره، حالا ما اینجا یه اصطلاح خنده داری داریم که کینگ ورک حالا نمیشه ترجمه انگلیسی شاهکار. حالا اینو من میذارم توی عالی، آره به نظر من منطقیه. میریم سراغ یه پروپریوی دیگه از ایدولیو که دقیقا بعدش برگزار شد، فوربیدن دور. فوربیدن دوری که بسیار مسابقات خوبی داشت، یکی از مسابقات اون مسابقه سال من بود، کنی اومگا ویل آسپری. ولی مین ایونتش مسابقه ای که خیلی انتظارات ما بالا بود دیگه، برایان دنیلسون اوکادا. در کل AEW خورده بدشانسی و بدبختی امسال زیاد داشت، این خیلی مهمه. این هم یکی از اوناست که دست برایان دنیلسون آسیب دید، شکست و اون چیزی نشد که باید میشد، ولی مسابقه خوبی و اوکی بود، به خاطر همین اونو ما در دسته خوب میذاریم. مانی این دبنک مین ایونت، مانی این دبنک اوسوز مقابل رومن و سولوسی کوا. استوریتلینگ بسیار قوی، جف بسیار قوی، و میدونم که خیلی از شما این مسابقه رو بسیار بسیار دوست دارید. خیلی دوست دارم توی شاهکار بذارم. خب این هم جز به هموناست، یعنی نه شاهکاره نه عالیه، یعنی عالی هم بذاریم حیفه، شاهکارم فعلا عالیش میذاریم، فعلا میذاریمش توی عالی، میذاریم جلوتر از همه. واقعا خفن بود. رومن رینز جی اوسو سامر اسلام، مسابقه ای که انتظار آنچنان هم ازش نمیره ولی اصلا خوب ظاهر نشد، متوسط. All in لندن. من کاری ندارم نظر بقیه چیه، من این مسابقه بسیار دوست دارم. مسابقه ای بود که AEW نشون داد اگر فاز استوری هم خیلی میخواییم مسابقه استوری تلین محور ببینید ما داریم، و واقعا برای من مسابقه شاهکار بود، اصلا بی نظیر بود. یه دور میتونید دوباره برید نگاهش کنید که چی کار کردن واقعا از لحاظ استوری تلینگی. رسلینگ هم توش داشت ولی استوری تلینگ اصلا واقعا خوب بود، واقعا خوب بود. یعنی حالا برعکس ورز اند که دیشب برگزار شد یه خورده میتونستم بیشتر مانور بدن، این 10 از لحاظ استوری تلینگ شاهکار بدون شک. میریم سراغ پروپریو بعدی ایدولیو که دقیقا هفته بعدش برگزار شد، All Out. اینم بسیار پروپریو خوبی بود، نمره بسیار بالایی هم تو کیج مچ داشت، یه مین ایونت واقعا جذاب که جان ماکسلی تونست برنده بشه. اینم به نظر من مسابقه بسیار عالی بود،
خیلی خوب بود. پیبک ست رولنز شنسکه ناکامورا، این مسابقه من اصلا دوست ندارم اصلا، یعنی هر جور فکر میکنم. ببین من اینجا هم باز کار من سخت میکنه، مسابقه ای که بده ولی آشغالم نیست، خب میدونم فوش میخورم. خوشم ندید، لطفاً فوش ندید ست رولینز فنا، لطفاً من رسل دریم پروپروژوی سال من، اینم خیلی خفن بود، مسابقه ای که رینگ رو کندن و اصلا تجاوزی شد به داربی آلن، حتی اون که خیانتکار، حالا کاری نداره مداده مخدجه خیانتکار اومد، ولی اونم مسابقه بسیار عالی بود، واقعاً بی نظیر بود، عشق کردم باهاش. فست لین دوباره ریمچ ست رولینز و ناکامورا، مسابقه لست من استندینگ که خب خیلی بهتر بود نسبت به مسابقه پیبکشون، ولی بازم لست من استندینگی که باید نبود، میذاریمش توی خوب. آره نه مسابقه خوبی بود، حالا شاید بیاد تو متوسط، نمیدونم. کراون جول فریوه افتضاح، کراون جول حتی خب طبیعی تو عربستانم بود، رومن رینز الی نایت، من این مسابقه رو دوست نداشتم، مسابقه ای که میگم بازم از همون المان هایی که همیشه استفاده میکنه رومن، که پی ریاکشن میکنه میره بیرون میچرخه، دیگه خیلی تکراری شد و به نظر من هم این مسابقه میاد توی متوسط. آره مسابقه فول گیر مسابقه که خب نمره پایینی گرفت، خیلی خیلی نمره پایینی گرفت، ولی به نظر من باید یه وقتهای اینجوری نگاه کنیم دوتا مسابقه، جدا از این که واقعا بنده خدا مصدومه، داره نقش یک آدم مصدوم هم بازی میکنه دیگه، خب پس ما نباید انتظاری یه سری مسابقات عجیب و غریب ازش داشته باشیم، در سناریویی که یک نفر مصدومه خب مسابقه کند پیش میره، با این حال من دوست داشتم، به نظر من مسابقه خوبی بود، ریتمش اینا کند بود، به نظر من خوب بود، شاید متوسطم بیارمش، میگم آخر باز یه نگاهی بهش میندازیم. سروایور سریز آخرین پیپرویو، یا الان دیگه میگم پریمیوم لایو ایونت WWE در سال 2023، تیم کودی روز مقابل جاجمنت دی، سروایور سریزی که آخرش سی ام پانک اومد و ترکون، اومدن سی ام پانک من ربط نمیدم به این مسابقه، اون اصلا بعد از مسابقه اومد و هیچ ربطی به این مسابقه نداشت، به خاطر همین حسابش من نمی کنم، به خاطر همین ما وارگیمز یا داشتیم که وارگیمز نبود بچه، وارگیمز نبود و در نهایت آخرین پیپرویوی که برگزار شده در سال 2023 بین این دوتا کمپانی دیشب هم بوده ورز اند بوده، که اونقدر خوب عمل نکرد، منطقی هم هست البته، میگم انقدر بعد شانسی آورد تونی خان، تمام اون ارکان اصلی که نیاز داشت استوریشو پیش ببره مصدوم شدن، اتفاقات عجیب غریبی افتاد، مسابقه ای که ساماجو بالاخره تموم کرد تایتل رین ام جی اف رو، مسابقه ای که میگم آل این مثلا 10 از 10 استوری اجرا شد، این اینجوری نبود، جوری که حالا میخواستن نشون بدن که بچه اسپویل داره، آدام کول دویله که خب هممون هم میدونستیم، میدونستن خیلی بهتر یه جوری که یه پانچ بهتری به ما بزنه، کاری ندارم، با اینکه MJF واقعا مصدوم بود، آدام کول مصدوم بود و کلا اون پلن های اولیه که داشتن رو خراب کرد، من میتونم بذارمش متوسط، مسابقه متوسطی بود، اگر MJF حالش خوب بود اینا مثلا یک حالت نورمالی بود بله من میذاشتم مسابقه آشغال، ولی نه اینجوری نبود، با توجه به استوری تلینگی که داشت، خدای پیبک هم آشغال نبود ولی متوسط هم نیست تاجی، یاد مسعود فراستی میافتم. خب الان هم من یک اصلاحی کردم، میبینید که از هر جدول که میبینید کینگ ورک عالی خوب متوسط اینا، چپ به راست کینگ ورک تریه، یعنی بین خود این جدول ها ما بازی رده بندی کردم، یعنی اول یعنی برایان ام جی اف، بعد آل این، بعد مثلا رسلمنیا، توی عالی اول مانی این ده بنک، بعد مثلا مسابقه یه دابل اور ناتینگ، بعد آل اوت، بعد الیمینیشن چمبر، بعد رسل دریم، یعنی گفتم که حواستون باشه، ولی خب در کل سلیقه‌ام هست دیگه، برای یکی ممکنه که بهتر مسابقات تمام اینا مثلا، اینم از این، اینم از رده بندی ما که بازم آقا این
آشغال حقش نیست، من میتونم ادیت کنم اینجا یک آقا جهنم و ضرر بیا، ما آشغال نداریم، اینم همینه باقا آشغال نداشت که میگم اینجا بد نیست، آشغال دیگه بد خورده حالا سخت میکرد چیه ما رو. آقا اصلا اینم میارم بیا، اینم میاریم که نگین این فقط دابل رو هیت میده. اینم از این، اینم از رده بندی که من داشتم، نظرتون رو حتما بنویسید، لایک و سابسکرایب کامنت فراموش نشه، میبینمتون تا ویدیو بعدی.